ایران سرزمینی غنی از منابع طبیعی و زیرزمینی و سرشار از چاه‌های نفت و گاز است. در خاک این سرزمین هم طلای زرد به وفور یافت می شود و هم طلای سیاه. اما با این وجود ساکنان این سرزمین درگیر بحران شدید اقتصادی و وضعیت نابسامان معیشتی هستند. اما دلیل این بحران چیست؟ بسیاری از مردم وضعیت بد مدیریتی و فساد اقتصادی مسئولان را جواب این سوال می دانند. همش را بیکاری و گرونی و بدبختی و مصیبت. بیکاری تورم بعد دروغگویی. اما آیا این تنها دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است؟ آمارهای اقتصادی به ما میگویند که بخش بزرگی از درآمد و بودجه سالانه ایران صرف صدور انقلاب می شود. صدور انقلاب اصطلاحی است که برای افزایش نفوذ ایران در کشورهای دیگر به کار برده می شود و در سالهای اخیر صدور انقلاب به چند کشور سوریه، عراق و یمن به مرحله نظامی خود رسیده است. هزینه های صدور انقلاب در چند سال اخیر به دلیل ظهور کامل نظامی ایران در آنها به اوج خود رسیده است. اما طبق برآوردهای سازمان ملل، هزینه نظامی ایران فقط در سوریه سالانه 6 میلیارد دلار برآورد شده و حد زده می شود مجموع هزینه های سالانه ایران در سوریه، عراق و حمایت از حزب الله و حوثی های یمن به حداقل 12 میلیارد دلار برسد. در یکی دیگر از برآوردها، پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه در فرانسه میگوید 70% از درآمد 37 میلیارد دلاری ایران از نفت در سال 2017 صرف هزینه های نظامی ایران در کشورهای دیگر شده است. این هزینه های میلیاردی تأثیرات زیادی بر اقتصاد و فقر گسترده در ایران داشته و سبب بحرانی تر شدن وضعیت اقتصاد شده است. به همین جهت مردم در اعتراضاتی که به دلیل مسائل اقتصادی برپا می کنند شعار می دهند